بحث داغی مدت هاست در ایران هست در خصوص قاچاق فیلم ها. قاچاق فیلم ها یعنی اینکه فیلم ها رو یه عده‌ای قبل از اینکه به معرض نمایش در بیاد، فیلم های ساخت فیلمسازای ایرانی رو، اینو به وسیله مختلفی به هر حال بهش دست پیدا میکنن، ازش کپی میگیرن و حاصل کار اون فیلمساز، اون تهیه کننده بنده خدایی که تمام ثروتش رو توی این کار گذاشته رو به باد میدن. ابتدا اجازه بدید که صحبت‌های برخی از هنرمندان سینما ایران رو در این مورد بشنویم تا بحث رو ادامه بدم. هیچ میدونید با تکثیر غیر مجاز این فیلم ها چه ضربه مهلکی به سینما میزنید؟ نه میدونید؟ نه میدونید؟ من فکر میکنم خیلی بده کسی از مزایای فروش این فیلم ها استفاده میکنه که هیچ زحمتی برای این سینما نکشه. اجازه بدین اگر هزینه‌ای برای دیدن یک فیلم صرف میکنین به دست کسانی برسه که برای اون فیلم زحمت کشون. به خودمون احترام بذاریم و به حق دیگران. بیاییم به جایی که این عمل خلاف رو انجام بدیم، بذاریم که بیننده هامون، مخاطبینمون فیلم ها رو با کیفیت خوب و با هم بشینن تماشا بکنن. با نخریدن کپی غیرقانونی فیلم های ایرانی به سینماگران ایران کمک کنید. شما منبل بکنید و سیدی هایی که به صورت کپی از فیلم های ما هستش اینا رو خریداری نکنید. به چی؟ شما رو به مقدساتتون، شما رو به اونچه که میپرستین کپی غیرقانونی نخرید. از شما مردم عزیزم خواهش میکنم که سیدی های کپی قاچاق رو خریداری نکنید. اون آدم قطعا نمیدونه که چه ضرری داره به بدنه سینما ایران میزنه و نمیدونه که چقدر میتونه این کارش تاثیر داشته باشه توی ضرر اقتصادی سینما. دوستان من، هنرمندان عزیز، تا جامعه‌ای به انسان جدا از ملیت، رنگ، مذهب، جنس احترام نگذاره هیچ چیزش درست نمیشه. چرا ما همه حرفای درست رو فقط وقتی میزنیم که به خودمون لطمه‌ای بخوره؟ این یکی از مشکلات عمده ماست که لطمه‌ای که به دیگران میخوره رو انگاری که نه انگار، اما تا به خودمون لطمه میخوره و مصیبت هابون به آسمونه، که درست هست اما دیره، چون بالاخره سر همه میاد. ما نماینده مجلسمون یادم میاد صدها نفر آدم رد صلاحیت میشدن، خبری نبود. اگه یادتون باشه توی فکر میکنم مجلس ششم بود، یه دفعه یه عده زیادی از نماینده های مجلس رو برای انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت کرد. این دوستان که اکثرا هم انسان‌های بسیار خوبی هستن، مثل سینماگران ما که خوب هستن، اومدن تحسن کردن، اعتراض کردن. عزیزان من، تا اون تاریخ شاید هزاران آدم دیگه رد صلاحیت شده بودن و شما عکس العملی به این شدت حداقل نشون نداده بود. یادم میاد ناصر حجازی عزیزم که براش باز هم توی این برنامه، تو همه برنامه ها آرزوی سلامتی میکنم، یک بار خودشو کاندید ریاست جمهوری کرد، صلاحیتشو رد کردم. هیچ کس اعتراضی نکرد، هیچ کس نپرسید چرا، این آدم ملی نیست، این آدم باسواد نیست، این آدم محبوب نیست، این آدم شکل و شمایلش به رئیس جمهوری نمیخوره. هیچ کس اعتراض نکرد. بنده نوعی، مثلا خود من، میام با سختی های فراوان یک فیلم رو میسازم. همین فیلم ما همه ایرانی هستیم و فیلم های قبلی، حالا این چون تازه تره این رو مثال میزنم، میلیون ها تومن و هزاران دلار خرج میکنم که یک ماه و نیم یک گروه رو در زبان جام جهانی 2006 در آلمان داشته باشم
یه گروه رو در ایران که در موازات هم کار فیلم برداری فیلم انجام بگیره و با هزار امید میرم که مجوز اینو بگیرم که مردم ببینن. یه آقایی که حالا یا از من خوشش نمیاد یا ما رو نمیدونم قابل نمیدونه یا تفکراتی داره میگه نه مجوز نمیدم. این ضرر نیست؟ این لطمه زدن به سینما نیست؟ اصلا منم هیچی. مگه فیلمای خارجی که تو ایران کپی میشه برخی از دوستان میگن زودتر از اونجا که بیاد فیلم مثلا توی نیویورک تو سینما تو تهران تو خونه ما میشیم نگاه میکنیم. اون تهیه کننده خارجی حقش عیبی نداره ضایع بشه. تلویزیون فوتبال رو نشون میده، معلوم نیست از کجا گرفته، اون گوشش رو اون لوگوی بالای تصویر رو با یه چیزی میپوشونه و پخش میکنه، ما میشینیم نگاه میکنیم، هیچ کس هم هیچ اعتراضی نمیکنه. ما وقتی به حقوق همه انسان ها احترام گذاشتیم او وقت میتونیم حقوق خودمون رو هم تأمین بکنیم. وقتی به همون اندازه که حق خودمون ضایع میشود اگر حقی رو دیدیم از کسی ضایع شد معترض شدیم، خیلی مشکلات ما کمتر میشه.